مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ما همراه شدن، خوش آمدید. آقای مهدوی آزاد، اعدام محمد قبادلو با وجود اعتراض فعالان حقوق بشری و ایرادهای حقوقی که گرفته شد به پرونده قضاییش همچنان اجرایی شد، چه دلایلش به نظر شما با چه اهدافی انجام شد؟ ببینید، عین این مسیر رو در واقع خبر خیلی تلخی، عین این مسیر رو شما در مثال البته مناقشه نیست، همین چند روز پیش در پرونده توماژ صالحی رپر خیلی شجاع و مردم ایران دیدید. ببینید، او از زندان آمد بیرون، دیوان عالی حکم قبلی رو نقض کرده بود، از زندان آمد بیرون اعتراض رسانی کرد که منو شکنجه کردن، سریع پرونده جمع جور کردن، دوباره یه حکم دیگه واسش بریدن واسه افشاگری، یک سال زندان و غیره و غیره غیره، و بعد کیفرخواست رو دو تا اتهام جدید بهش اضافه کردن، دو تا اتهام حیرت آور وحشتناک، یکیش در واقع معاونت در برق که میشه، یعنی در واقع معاونت در قیام مسلحانه گروهی علیه حکومت، و دیگه تبانی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، در اصل ربطی هم به پروندهش نداره، به قول وکیلش چاقو هم پیدا نکردن، میگه قیام مسلحانه. میبینید ساختار قضایی چه داره میکنه، این چیز شما در پرونده قبادلو محمد دارید میبینید، یعنی اصلا حکم دیوان یه چیز دیگه است، اصلا دوباره میان برمیگردونن به هیچ عنوان روال ها ضوابط معمول قوه قضاییه انجام نشده. علت برمیگرده به نظر من به تحقیر شدگی حکومت، در واقع این واکنشی است به تحقیری که حکومت در روزهای اخیر شده. اصلا قرار نبود که محمد قبادلو اجرا بشه. ببین شما از ماجرای پاکستان شروع بکنید، اسرائیل بلند میشه سرداری سپاه میزنه، اینا میگن نرمش قهرمانانه، صبر استراتژیک، آمریکا داره روسی، به مجموعه دنیا داره فشار میاره و داعش میاد عملیات انجام میده، نمیتونن پیدا بکنن، مردم میرن طرف در واقع کسانی که سردارای سپاه رو دارن بهشون شلیک میکنن، مجموعه شاید حکومت تحقیر شده رو میبینید که مدام هم ادعای امنیت داشت، حالا امنیت هم دیگه نمیتونه اجرا بکنه، و برای حفظ اقتدار خودش اومد موشک زد به سه تا کشور، اونم تبدیل شد علیه خودش، از قضا سکنگ بن صفرا فزود، یعنی پاکستان جواب داد بدتر شد، و حالا میره سراغ اعدام محمد قبادلو. جمله آخر، مردم به شوخی میگفتن که مواظب باشید برای نرمش قهرمانان، ممکنه دو تا موشک بزنه به اربیل کودک بکشه، این بار موشک خورد به در واقع محمد قبادلو. آقای مهدوی آزاد، به عنوان یک روزنامه نگار، ابهام ها و ایراد هایی که بوده در پرونده قضایی محمد قبادلو رو شما چطور میبینید؟ ببینید، بخش بزرگی از ایرادات رو رئیسیان و کلا حقوقدانان در روزهای اخیر مطرح کردن، بحث حقوقی بحث دیگه است، اینکه آیا او دچار بیماری بوده، این در بیماری دو قطبی، اختلال دو قطبی در نظر گرفته شده نشده یه بحث دیگه است، اینی که خانوادهش با چه در واقع دردی درخواست عفو کردن و حکومت نمیگذاشت اصلا خانواده عفو بشن، بحث دیگه است، اینکه دو تا اتهام در حد اعدام گذاشته بودن که یکش خانواده بخشید بتونن دوباره اجرا کنن، بس دیگه. چیزی که بزرگتره این است که این شبیه برخی از احکام اعدام قبلی، شما میبینید اساسا روالهای معمول قوه قضاییه خود جمهوری اسلامی را نقض میکنه، یعنی اساسا شما یک پرونده سیاسی میبینید که اراده رأس حکومت این است که حتما سه روز بعد از ماجرای پاکستان اعدام بشه. به نظر من ایراد این است، شما یک پرونده سیاسی، پروژه سیاسی میبینید که انگار از بیت رهبری هر روز زنگ زدن کشیدید بالا، این کارو کردید بردید، بنابراین دیگه در سایه این ایراد بمده، راستش بخواید دیگه ایراد جزئی و ماهوی و کیفی و اینا خیلی معنایی نداره، کل پرونده پرونده سیاسی است. سپاسگزارم از شما، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان همراه ما.